تصویر شمارہ اول خدا قبل از خلقت جہاں وجود داشت از است در آغاز نہ انسان وجود داشت نہ حیوان بحر نہ درخت آفتاب و نہ دیگری ہر جا تاریخ بود خداوند تعالی ہمیں چیز را در جہاں تخلیق دادن مثلا آفتاب مہتاب آسمان و زمین تصویر شمارہ دوم خدا از طریق بائبل کتاب مقدس ام کلام می شود بائبل از طریق کتاب مقدس خدا با ما کلام می شود بائبل کتاب مقدس در مراد خدا با مائی گوید خدا تمام مردم را دوست دارد بائبل کتاب مقدس را خوشبختی و اطمینان را به مای گوید تصویر شماره سه خدا همه چیز را پیدا کرد خداوند انوار درختان حیوانات را پیدا کرد هر چیز او پیدا کرد خوب بود خداوند آدم را پیدا کرد خداوند آدم را در روی زمین هر چیز های را کامل مالک کرد تصویر شماره چارم آدم حوا نافرمانی کرد انسان اول آدم حوا گفته شد هان خوش بخوشی در باغ عدن زندگی می کرد خداوند تعالی حکم داد شما از میوه هر درخت باغ خوردن میدانی مگر اما در وسط باغ نخورید اما آدم و هوا از میوه این درخت خوردند بخاطر امی نافرمانی گناه کردند برین خداوند تعالی اونا سزا داشت و از باغ کشید اما وقت مخلوق بیماری غم و مرگ را شکار بود چنا خدا بر اونا محبت می کردن و اونا را بر خود واپس کردن را منصوبه سازد تصویر شماره پنجم قابیل حابیل را کشت آدم و همه فرزندانش از خدا جدا خوابیده شد قابیل و حابیل آدم بودن قابیل از حابیل متفرق بود حابیل را کشت بدی که آدم و هوا کردن با اولاد او منتقل شد با همی دلیل است که همه ما گناه کردم و مستحق سزا هستم تصویر شماره شش نو کشتی را ساخت فرزندان آدم پس از گناه همچنا مرتکب گناه می شدند خدا اون را بر طریق کلان طوفان سزا دادن را فیصله گرفتند لیکن فقط نو از فرمان خدا اطاعت کرد خداوند از نو خواست تا کشتی بسازد تا از طوفان محفوظ باشد وقت کشتی ساخت پس نو خواندانش بر رفتند مردم از همه ابتدا کارش نو را مسخره می کردند زیر آب و رندش که خدا اون را بود و خواهیده کرد تصویر شماره هفت خداوند خواندان نو را از طوفان نجات داد باران شدید شروع به باریدن کرد سیل عظیم به بار آورد هر همه چیز زیر آب رفت همه مردم بیرون کشتی همه غرق شدند چنا به خدا ایمان نداشتند فقط نو خواندانش نجات یافتند زیر اونا به خدا ایمان داشت و دستورات و اطاعت کردند وقت طوفان موتو شد آب خشک شد سپیس رنگ کمان در آسمان ظاهر شد این وعده ای از طرف خدا بود
سپس از آن به انسان خواهید داد اینگو نمی کشد. تصویر شماره 8 اسحاق پسران ابراهیم و سارا بود. ابراهیم از قبیله نو بود. سال ابراهیم و امشیرش سارا بسیار پیر بودند. اما هما نظر خدا به اونا وعده داده بود. پسره از سارا به دنیا آمد. او اسحاق نام داشت. خدا وعده داد آیا نجات دهنده از نسل اسحاق خواهید آمد؟ آن نجات دهنده خداوند عیسی مسیح است. تصویر شماره 9 خدا شریعت را به موسی داد. موسی از قبیله ابراهیم و اسحاق بود. موسی به خدا ایمان آورد. خداوند از موسی خواست که به کوه برو. موسی از کوه پایین آمد و او قانون را به مردم داد. خدا گفت که همه مردم از قانون من پیروی کردن. تصویر شماره 10 خداوند تعالی برای ما 10 احکام دادن. همه احکام خدا بر موسی داد که در چیز این است. خدا گفت بتا و دیگر چیزا را پرستش مکن. برای جلال خداوند در هفته یک روز کار نکردن. فرزندان اطاعت پدر و مادرش کند. او هرگز دروغ نگوید. فرزندان باید خود از والدین خود اطاعت کند و هرگز دروغ نگو. به کسی خونریزی نکن. زن خود را باشد به دیگر زنا را خواهش نکردن. مال کسی را نکدزدی. به چیزهای بیگانه تما نکند. تصویر شماره 11 بری گناه قربانی داد. شکستند قوانین خدا گناه است. ولی ما همه خداوند تعالی را قوانین نش شکستند گناه است. خدا میداند که ما چی می گویم. ولی همه هنوز ما را دوست دارد. مزدوری گناه مرگ است. در زمان موسی در جای انسان بره را قربانی داده شده بود. ما را امروز به آن ضرورت نماند. ولی عیسی خود خدا را بره شد. او روی صلیب مرده تا سزا گناهان ما را تحمل کند. تصویر شماره 12 فرشته نزد یوسف و مریم آمد. پس از متاعِ فرشته نزد مریم باکرا آمد و گفت که به نیروی روح القدس خدا پسر بذات به دنیا خواهید آمد. پس نام او را عیسی بیلی. او نجات دهنده می شود. فرشته نزد یوسف آمد که با مریم سانگ کرده بود. فرشته گفت مریم را نیلی. آن بچه از جانب خدا می شود. تصویر شماره 13 فرشته خوشخبری داد. عیسی پیدا شد. یوسف و مریم بیت لحم رفت. پیدایش عیسی را وقت بود. او در آخر پیدا شد. اما شب فرشته بر شبان ظاهر شد و او شعر گفت که بر اوشا نجات دهنده در شهر بیت لحم پیدا شد. اون زود زود بیت لحم رفتن و عیسی را سجده کرد. عیسی در دنیا عید خدا را پورا کردن آمده بود. او بر انسان بستن بود. تصویر شماره 14 عیسی کلان شد بر قوت بستن. کجا وقت عیسی 12 سال شد تو اونا علماء مذہب بحث کردن کہ اونا خداوند تعالی میں گفتن چرا اونا فرزند خدا بود. کجا وقت اونا 30 سال شد اونا خلقت را درس دادن شروع کرد.
خجا وقت خدا گفتند ای مارا شیرین پسر است این را بشنو بسیار خلقت بر او ایمان آورد. تصویر شماره 15 معجزات را اون طاقت خداوند ظاہر شد. عیسیٰ در آب رفت اونا یک دختر را زندہ کرد. او فوت شده بود. عیسیٰ یک مردم را بینا کرد که بینگر بدرویش فرمان گرفت. کجا وقت خلقت معجزات او را دید در پس او رفت. تصویر شماره 16 بے گناہ عیسیٰ غم گرفت. ہزارہ خلقت عیسیٰ را پیروی کردن اونا عیسیٰ را پادشاہ از خود میں سازن چرا عیسیٰ این جہان را پادشاہ نمی سازن. یہودی سردار اونا در عدالت میں برد عسکر عیسیٰ را زد برد اونا تف کردن بر اون مسخرہ کردن اونا تاج خار بر سرش ایشت. عیسیٰ نہ برون مقابلہ کرد اونا گریختند چرا آنا سزا بر گناہ دیگر می گرفت. تصویر شماره 17 از گناہ ما را عیسیٰ را خون ریزی کرد. عسکر عیسیٰ را برسلی در میخ متصل کرد اونا خونش بیرون شد اونا داد. یک عسکر چیخ زد بے شک فرزند خدا است مرگ عیسیٰ را. پس دوستان اونا نقش اورا از صلیب شیو کردن در کفن اندخت و در قبرش در دیانی قبر یک کلان سنگیش. تصویر شماره 18 عیسیٰ زندہ شد موت شکست گفت. سی روز پس عیسیٰ را رفیق قبر آمد اون دید کے کلان سنگ از قبر بر یک طرف ایشتہ است. قبر خالی بود صرف کفن اونجا ایشتہ است نقش عیسیٰ اونجا نبود. فرشتہ اون خلقت را خبر داد عیسیٰ انجا نیست او زندہ شد. بس اوشا را یاد شد عیسیٰ این گفت ثبوت من سی روز پس زندہ میشم. تصویر شماره 19 مخلوق کے کلان عیسیٰ را زندہ دید. عیسیٰ را یک شاگرد توما گفت کجا وقت من دست از میخ زخم را ندیدم ایمان نمیارم کہ عیسیٰ زندہ شد. عیسیٰ برنے میں توما آمد اون را زخم خود نشان داد توما ایمان آور چرا عیسیٰ می خواہد کہ اون را بغیر دیدن ایمان بیارت. تصویر شماره 20 عیسیٰ بر آسمان رفت. زندہ شدن را 40 روز پس عیسیٰ شاگرد خود را بر یک کو برد اون گفت من بر آسمان می روم. پس رفت من مرا از گناہ اوشا بر صلیب دادن مجا مرا حکم می گردن اونا معاف می کند او در آسمان بر من می رئید. بس عیسیٰ را بر آسمان رفتن دید.